درود بر شما. درود بر شما. من این صداهای مشفرقه رو اینجا ببندم که وسط کار مزاحممون نشه. جناب آقای ناظری، بسیار تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید. من اول این رو خدمت شما بگم که من در گفتگوها معمولا از القاب استفاده نمی کنم. مهندس و دکتر و پروفسور و نمیدونم حجت الاسلام و اینها مال مکاتباته. میگه بین الاحباب تسخط الآداب به قول انگلیسی ها. دیگه ما اون چیزا رو عنوان ها رو میذاریم کنار و اگر اجازه بدید شما رو به نام آقای حسام نوزری صدا کنیم. حسام اشکال که حسام نداره. لطفا حسام حسام تمام. دوستان عزیزم، ما بعد از 20 جلسه جلسات علم به زبان ساده که بسیار مورد استقبال شما قرار گرفت و هی تقاضا کردید که ما این جلسات رو ادامه بدیم، ما اینها دنبال فرد مناسبی میگشتیم تا بالاخره دستمون به جناب آقای حسام نوذری رسید. یک سلسله برنامه هایی رو ما با ایشون قرار داریم که هر پنجشنبه ساعت 9 شب داشته باشیم و مهمان شما در منازلتون باشیم. ما در اون برنامه های علم به زبان ساده پیشرفت فیزیکی جهان رو از بیگ بنگ شروع کردیم، همینجوری رسیدیم تا به امروز که این فضا، سیارات، کرات چجوری به وجود اومد. همچنین تکامل بشر رو پیگیری کردیم از روزی که به اصطلاح شکل گرفت اون وجود بشر، از ماهی چجوری اومد، چی شد تا رسید به انسان امروزی و پیچیده ترین قسمت وجود انسان که مغزش باشه. خود زندگی اجتماعی رو هم بررسی کردیم، بشر رو از زمانی که شکار میکرد تا بعد که کشاورزی پیشه کرد تا بعد به وجود اومدن دهکده ها، روستاها، تمدن های بزرگ تا به امروز. ما همه این پیشرفت ها رو بهش پرداختیم. در کنار پیشرفت تکنولوژی و صنعتی که بسیار هم بشر پیشرفت کرده، متاسفانه به لحاظ فرهنگی و فکری ما صدها سال عقبیم. یعنی نسبت به اون چیز پیشرفتی که در صنعت و اقتصاد و غیره و غیره داشتیم، به لحاظ فکری عقبیم. ما این عقب ماندگی فکری رو و فرهنگی رو تصمیم داریم که با حضور آقای نوذری تا حد توانمون جبران بکنیم. این به عنوان مقدمه. طبق توافقی که کردیم با نوذری، بحث جلسه اول رو روح انتخاب کردیم، چون از مسائلی است که بسیار از من سوال میکنن. من یک مقدمه چند خطی راجع به روح بگم که اصلا موضوع بحث ماست و بعد دیگه تریبون رو در اختیار حسام عزیز قرار میدیم. از زمانی که قائل به وجود روح مجرد شدیم، سوالات بسیاری خلق شد. روح چه شکلی است؟ جنسش از چیست؟ پس از خروج از جسم کجا میره؟ و و و و. اینجاست که اقوام و ادیان مختلف سعی کردند بر اساس سلیقه و ذوق خود جوابهایی بیابند و اصولا تعدد و تنوع عقاید ماوراء الطبیعه به حد تعدد و تنوع ملل و اقوام است. بشر در مسائل طبیعی با پیشرفت علم به پاسخهای یکسان و قانع کننده ای میرسند. ولی در مورد مسائل ماوراء الطبیعه، چون ذهنی و خیالی است، هیچگاه به نتیجه قطعی و مشخص نمیرسند و همیشه این باور با او خواهد ماند. اعتقاد به روح که آنیمیسم نام دارد، از قدیم الایام در ادیان مصر قدیم، بابلی، ایران باستان، اعراب جاهلی عربستان، اقوام بومی آمریکا، آفریقا، استرالیا، هند و ژاپن وجود داشته. در بعضی غارهای کهن کشف شده در اروپا که مسکن انسانهای نخستین بوده، قبرهایی کشف شده که همراه جسد غذا و لوازم شکار دفن کردند. این نشان دهنده این است که انسانهای اولیه نیز معتقد به زندگی پس از مرگ بودند. قبایل بومی سرخپوست و سیاهپوست آمریکا سایه را انعکاس روح و تنفس را جایگاه آن می دانسته
و قبایل بومی آفریقا معتقد بودند روح نه تنها در انسان که در هر موجود زنده ای وجود دارد. بومیان استرالیا معتقدند روح مانند پرنده کوچک است که می تواند از راه دهان و بینی از بدن فرار کند. در قبایل مالایا اطراف کسی که تازه مرده است دانه می پاشند تا روح را تطمیع کنند دوباره به بدن بازگردند. حالا جالب این عقیده رو من بگم که ما در ایران معتقدیم که روح از ما تحت انسان خارج میشه. ما یه همسایه داشتیم، این بچهش خیلی کوچولو بود، موقعی که گریه میکرد ریسه میرفت و نفسش تو سینهش حبس میشد. یه بار این بودو بود بچه رو بغل کرده گریه شیون کنون، اومد خونه ما که بچه‌م رفت. مادر بزرگم شلوارش کشید پایین و دستش کرد تو ما تحت این و بعد شروع کرد اینو تنفس مصنوعی. بودیم مادر چرا این کار میکنی؟ گفت که جون از اونجا فرار میکنه، اونجا رو بستم که جون در نره. این مسئله هم که ما میگیم که سب اینقدر این کار بکنی یا اینقدر حرف رو بزن تا جون از اون در بره، رو همین اعتقاده. این اعتقادات جای خود را در تمدن‌های اولیه مانند یونانیان، رومیان، مصریان و ایرانیان حفظ کرد. یونانیان معتقد بودند روح قهرمانانی مثل آشیل و هرکول به خدایان پیوسته و نیمه خدا می شوند. مصریان نیز فرعون‌های خود را با آداب و تشریفات خاصی دفن می کردند و با مومیایی جسد و حفظ آن معتقد بودند روح دوباره به آن باز خواهد گشت. در دین هندو دو گونه روح وجود دارد. یکی روح کلی که همان وجود مطلق باشد، دیگر روح‌های روح‌های جزئی که جسم‌ها و موجودات مقید دارند. در تورات آمده است جایگاه روح در بدن خون است و از این رو مقدس می باشد و هر کس از خاندان بنی اسرائیل به هر طریق خون بخورد خدا از او رو برمی‌گرداند. در ایرانیان قدیم چه زرتشت و چه مانویت و شعبات آن که معتقد به سنویت یعنی نور و ظلمت، فرشته و اهریمن و نیکی و بدی هستند، ارواح دو دستند، ارواح خبیثه که بدکردارند و ارواح پاک که نیکوکارند. ملل شرقی چه خاور نزدیک و چه خاور دور اعتقاد دارند روح در بدن انسان دارای شکلی است نیمه روحانی و نیمه جسمانی به صورت سیاله لطیف که نمونه کامل و المصنای بدن است. روح انسان پس از مرگ در آن شکل و سیاله جای میگیرد که آن را جسد مثالی یا قالب مثالی نام نهادند. در آیین مزدیسنا عقیده بر آن است که روح پس از مرگ از جسم جدا شده و به آسمان بروج میکند. در قرآن 23 بار کلمه روح ذکر شده که اکثرا به معانی وحی، جبرئیل، قرآن، محبت، رحمت و قانون حیات است. از میان همه این آیات تنها دو بار از روح به معنی موضوع بحث امشب ما یاد شده. یکی یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. یهود میان از پیغمبر میپرسن که روح چیه؟ میگه باید از خدا بپرسن. بعد سه روز میگه آیه اومد که من نمیدونم روح چیه، روح رو فقط خدا میدونه چیه. و یکی هم آیه نفخت و فیه من روحی که وقتی انسان رو خلق میکنه از روح خودش در انسان میدمه. فقط در همین دو جا راجع به این روح در قرآن صحبت شده، اما در روایات به موارد بیشماری برمیخوریم که برداشته از روح دقیقا منطبق با عقیده ایرانیان باستان و سایر اقوام است. مثلا در جامعه الاخبار از پیامبر نقل شده هدیه بفرستید برای مردگان خود، ارواح مؤمنین هر شب جمعه می آید به آسمان دنیا مقابل خانه های خود و به آواز حزین گریه می کنند. ای اهل من، ای اولاد من، ای پدر و مادر من، ای خویشاوندان من، مهربانی کنید بر ما به درهمی یا به قرص نانی یا جامعی که خدا بپوشاند شما را از جامعه های بهشتی. آیه نوذری در خدمت شما. چقدر خوشحالم که در خدمت شما هستم، چقدر خوشحالم که از این طریق در ایران عزیز هستم که قلب من واقعا اونجا جا گذاشته شده. بسیار سپاسگزار مهر و محبت شما و بینندگان شما هستم. اجازه بدید با
دو پرسش برنامه رو آغاز کنم. اگر من از شما بپرسم یا از بینندگان شما که آیا شما با نیایش پروردگار بزرگ، پروردگار مهربان در دبستان موافق هستید؟ آیا شما با نیایش پروردگار بزرگ موافق هستید؟ به احتمال بالا بسیاری از پاسخ دهنده ها خواهند گفت بله. حالا اگر من از شما این پرسش رو بپرسم، آیا شما با دخالت مذهب در آموزش کودکان خودتون موافق هستید؟ آیا شما با دخالت مذهب برای آموزش کودکان خودتون موافق هستید؟ به احتمال زیاد بسیاری خواهند گفت نه. در حالی که این دو پرسش دقیقا یکی هستند، یعنی هیچ تفاوتی میان این دو پرسش نیست مگر واژه‌های متفاوتی استفاده شده. آیا شما با نیایش پروردگار بزرگ موافقی؟ آیا شما با دخالت مذهب در آموزش کودکان خودتون موافق هستید یا نه؟ با امیدوار هستم بینندگان شما متوجه بشن که چه بار سنگینی روی واژه هاست و چقدر مهم هست که در طول هفته های آینده این واژه ها رو با هم بررسی کنیم، به معنای اونها پی ببریم. شاید لازم باشه دریچه های گوناگونی رو باز بکنیم. بنابراین خواستم با این شروع کنم در مورد اهمیت واژه ها که ما در ایران عزیز سال هاست که قربانی برگردان های بد هستیم. برای نمونه اِوولوسیون، ایوالو، دگرگونش، چرخش، فراگشت و فروگشت. آدمی تصمیم گرفت که اون رو تکامل ترجمه کنه. حالا شما نگاه کنید، ایوالو، اِوولوسیون و تکامل، هیچ ارتباطی میان این دوتا نیست. هیچ ارتباطی میان این دوتا نیست و ما کاملا بیراه رفتیم. حالا ما در سالهای 1700 هستیم، این واژه پیشنهاد شده که یکی از زیباترین، قویترین، دلچسبترین واژه های علمی ماست. اصلا تمام حیات ما روی اون سوار شده. حیات ما روی اون سوار شده، اما یک برگردان غلط ما رو به بیراه برد. یعنی تنها از این راه، تنها از این دریچه ما از سالهای 1700 تا کنون به بیراه رفتیم. سالهای 1700. این واژه رو که کنار بگذاریم، ما واژه‌ای داریم random uncertainty، یکی از محکمترین، زیباترین واژه های ما در بیوفیزیک هست. random uncertainty چقدر که این واژه دلچسب هست، دلپذیر هست و به قدر این واژه ها محکم هستند که آقای عالی پیام، اگر امروز من با شما ارتباط برقرار کردم به لطف این واژه است، این واژه امتحان خودش رو پس داده. اگر جی پی اس شما کار میکنه، اگر جی پی اس شما کار میکنه به لطف این واژه است که این واژه و این واژه ها امتحان خودشون رو پس دادن. اما در ایران ما الله بختکی بودن برگردان اون هست، تصادف که شما رو یاد تصادف دو قطار میندازه، یا انتروپی، یکی از زیباترین واژه های ماست. که چقدر این واژه زیباست، که چقدر این واژه به دل همه دانشمندان، اندیشه سازان واقعا می نشینه. و باز اگر صفحه اینستاگرام شما کار میکنه و در این لحظه شما و من، و من به لطف شما در خانه صدها هزار نفر هستیم، در خانه صدها هزار نفر هستیم به خاطر این واژه است و این واژه هاست. اما در ایران ما برگردان اون هست بی‌نظمی، و بی‌نظمی شما رو یاد بی‌نظمی در یک کلاس درس میاندازه، بی‌نظمی شما رو یاد بی‌نظمی در ترافیک میاندازه. بنابراین ما در ایران خودمون صده هاست که درگیر خرافات هستیم، اما در مبارزه با خرافات هیچ آلترناتیوی به هممیهنان خودمون عرضه نکردیم. ما هیچ آلترناتیوی رو عرضه نکردیم. بنابراین اگر شما در مقابل خرافات واژه تصادف رو عرضه کنید،
واژه بی‌نظمی رو عرضه کنید، واژه الله بختکی بودن رو عرضه کنید. بدون تردید پدر بزرگان و مادر بزرگان ما، مادران ما، پدران ما، برادر و خواهران ما به دام خرافات برمیگردند که اون خرافات احتمالا دلپذیرتر است. بنابراین باز تکرار کنم که به قدری واژه مهم هست، به قدری واژه های علمی مهم هستند و به قدری در طول سالها ما قربانی برگردان های بد هستیم که هیچ آلترناتیوی رو به نوجوانان ایران، به جوانان ایران عرضه نکرد. هیچ آلترناتیوی رو. اون چه که عرضه کردیم ضد فرهنگ بود، ضد علم بود، اون چیزی نبود که دانشمندان اون رو عرضه می کردن. و باز تکرار کنم این بسیار مهم هست که بینندگان شما بدونن که واژه هایی رو که من استفاده می کنم یا استفاده کردم تا کنون امتحان خودشون رو پس دادن، کافی هست که شما سوار هواپیمای خودتون بشید و به مقصد برسید. به لطف این واژه هاست. کافی است که شما با اشاره یک دکمه تصویر خودتون رو به هزاران و به میلیون ها خانه بفرستید. بدون سیم، بدون سیم، بدون کاغذ، بدون چاپ، همه به لطف این واژه هاست که آزمایش خودشون رو پس دادن. زیباترین واژه های ما هستن. حالا واژه ها رو که کنار بگذاریم، آقای دکتر من تمنام اینه که چون ما بین بینندگانمون همه قش داریم، از بچه های دبیرستانی تا خانم های خانه‌دار تا کسانی که کاسب و اینها هستن و ممکنه که سطح معلوماتشون به لحاظ زبانی بالا نباشه، ممنون میشم اگه واژه ها رو برگردان فارسیش رو هم بگید که برای همه قابل استفاده. چشم. ببینید اِوولوسیون، ایوار، ایوار 14 میلیارد سال پیش، جناب عالی پیام، 14 میلیارد سال پیش در این عالم خود ما، نه عالم های دیگر، این عالمی که ما میشناسیم، تقارنی حضور داره، همگنی، سیمتری، به دلایلی که ما نمیدونیم این سیمتری، این تقارن شکسته میشه و حرکتی آغاز میشه. از همون روز نخست اِوولوسیون یا ایوار آغاز میشه. مخترع این واژه چارلز داروین نیست. چارلز داروین واژه بخت رو وارد قلمروی علم کرد، بخت رو و گزینش طبیعی رو وارد قلمروی علم کرد، اما مخترع این واژه برخلاف تصور هممیهنان ما نیست. از همون روز نخست این ایوان، این چرخش، این حرکت آغاز میشه. فراگشت و فروگشت، چه واژه زیبایی هست. فراگشت و فروگشت حیات برای اِوولوسیون، نه تکامل. فرگشت، دگرگونش، چرخش. چرا؟ چون از همون روز نخست حیات که قرار هست که بره میلیاردها سال بعد آغاز بشه، مانند سنگی هست که اون رو در یک آب پرشور پرتاب کرده باشی. سنگی رو در آب یک رودخانه پرخروش پرتاب کردی که موجی رو ایجاد میکنه و اون موج موجهای دیگری رو به همه در هم میاره. به قدری زیبا هست و نتیجه این حرکت پس از گذشت سالها تولید عناصر هست که نخستین اونها هیدروژن هست. عدد اتمی هیدروژن یک هست. عدد اتمی هیدروژن یک هست. بنابراین با این شروع کردم اِوولوسیون و بعد در طول امروز و برنامه های آینده به سایر واژه ها میرسم. بنابراین 14 میلیارد سال پیش ایوار، چرخش آغاز میشه و این چرخش به هیچ عنوان، جناب آقای پیام، بسیار مهم هست در که اون برای نوجوانان ایران، این چرخش به هیچ عنوان هدفمند نیست. خوشبختانه و همه زیبایی حیات، راز حیات در همین هست که هدفمند نیست. حرکتی آغاز، ولی قانونمند هست. اما قانونمند هست. اما چقدر زیبا گفتید. اما قانونمند هست. قانونمند هست اما هدفمند نیست. و هیچ عدالتی رو هم دنبال نمی کنه. شما امکان نداره از روز نخست حیات تا امروز در حیات عدالتی رو پیدا کنید یا اخلاقی رو پیدا کنید. اگر ما سعادتمند باشیم، اگر ما صاحب فرهنگ باشیم، این خود ما هستیم که میتونیم تولید کننده عدالت باشیم. این خود ما هستیم که میتونیم تولید کننده اخلاق باشیم. اما دنبال اون در بیوفیزیک و در بیوشیمی و اون چه که عنوان گفتگوی من با شماست نگردید. دنبال عدالت در بیوفیزیک نگردید که اون رو پیدا نمی کنید.
دنبال عدالت و اخلاق و منطق در بیوشیمی نگردید که سر شما به سنگ میخوره. اما قانونمند هست، قانونمند هست، هدفمند اما نیست. بنابراین چرخشی در کار هست، دگرگونش، تطوری در هم رفتنی، و در نتیجه این در هم رفتن هاست که بایودایورسیتی، گوناگونی پدیدار میشه، هم در عناصر و هم میلیاردها سال بعد در حیات. یعنی آجر حیات به موجودات و جانداران متفاوتی حیات میده با همون آجر. و به همین دلیل هست جناب آقای پیام که شما و یک دانه برنج 24% ژن مشترک داره. اصلا این فوق‌العاده است و بسیار مهم هست درک اون برای بینندگان شما. هر بیننده شما دارای 25,000 ژن هست، 25,000 ژن، و این ژن ها هستن که شما رو ساختن. 24% این ژن ها رو شما با یک دانه برنج مشترک هستید. بیش از 50% از اونها رو با یک سیب، با یک سیب مشترک هستید که در حیات پیوستگی هست، connectivity، پیوستگی. چه واژه های زیبایی ما در زبان فارسی به لطف شما، به لطف فرشتگانمون، به لطف ادیبانمون بایستی که پیدا کنیم. این واژه های بد هست که صده هاست که سر ما رو کلاه گذاشته. یک نمونه دیگر اون سیانس هست، علم. چقدر زیباست این واژه، چقدر دلچسب هست. حالا شما برید به سراغ امام محمد غزالی عالم، که عالم بود در هیچ چیز این آدم نمیدونست. تنگ نظر، حسادت، هیچ آشنایی با علم نداشت، اما اون رو عالم معرفی کرد. عالم به خرافات بود، هیچ ارتباطی با ساینتیست واقعا نداره اون واژه سیانس، ساینتیست. حالا از این واژه ها که بگذریم، بریم به یک مثال دیگه با اجازه شما. اگر من به شما بگم جناب آقای پیام، شما یک گل زینتی رو بیشتر ترجیح میدید یا یک علف هرز رو؟ یک گل زینتی در مقابل یک علف هرز، احتمال بالا شما خواهید گفت گل زینتی. در حالی که اگر خوب دقت کنید، چه بسا که در اون علف هرز چه زیبایی هایی که نشسته و شما حتی از اون استفاده کنید برای تزیین اتاق خودتون. اونچه که علف هرز رو هرز کرده، اون هرزگی رو، سازه های فرهنگی ما هستن، نظام های ارزشی ما هستن. بنابراین اگر شما ژن های این علف هرز رو پیدا کردید، نگید که من ژن های هرزگی رو پیدا کردم. و اگر در اون گل زیبا، در اون گل سرخ شما ژن هاش رو شناسایی کردید، نگید که من ژن های زیبایی رو پیدا کردم. بنابراین این رو هم بسیار مهم است، به خصوص برای نوجوانان ایران که میدونم شما رو دنبال میکنن، نوجوانان ایران که آینده سرزمین ما هستن، که اون چه که اون گل رو زیبا کرد و اون علف رو هرز، خود اون علف نبود و خود اون گل نبود، سازه های فرهنگی ما بودن، نظام های ارزشی ما بودن، و اونها رو ما میسازیم و امروز برای نمونه ما به لطف ژنتیک میدونیم که چقدر اون علف زیباست، میدونیم که چقدر اون علف زیباست، چه دنیایی در اون علف نهفته هست، که اون هم نتیجه همون ایوار هست. حالا اگر از شما بپرسم که اشکال این ترجمه بد، برگردان بد چی هست؟ اینکه ما انتروپی رو بی نظمی برگردانش رو انتخاب کنیم چی هست؟ این هست که اول به شما میگه که زندگی خطی هست، از اینجا آغاز شده روی یک خط حرکت میکنه. اول حیات به هیچ عنوان پدیدار نمیشه، و اگر پدیدار میشد همه ما شبیه به هم بودیم، همه ما شبیه به هم میشد. ولی از این خطی بودن، از این تکامل استفاده شده که به این نتیجه برسن که ماها آخر خط هستیم. آدم، انسان، از اونجا آغاز شد تا اینکه بهتر و بهتر و بهتر شد تا رسید به ما. حالا اگر شما نگاه کنید به ساختار بدن من، ضعیف هست، اون رو مقایسه کنید با یک بر، با یک پلنگ، با یک شیر دریایی،
اگر شما نگاه کنید به ناخونهای من، ضعیف هستن، کافی است که 2-3 میلیمتر بلند بشن میشکنن، از اون چنگ ها دیگه خبری نیست. نگاه کنید به بازوان من، یا آیا من توانایی پرواز رو دارم؟ نه، حتی توانایی پرواز رو هم ندارم. بیشتر جانداران کره زمین پرواز میکنن. نگاه کنید به دندانهای ما، ضعیف و لطیف شدن، امروز دیگه بیش از همیشه در خدمت ارتباط هستن و نجویدن. شما نیازمند به پخت هستید. نگاه کنید به مایچه های صورت خودمون، همه ضعیف شدن. نگاه کنید به چشمان خودمون، دیر یا زود نیازمند به عینک هستن. بسیاری از موجودات دنیا رو پولاریزه میبینن، بسیار زیباتر از ما، و ژرفای دید اونها بیشتر هست. دلفین میتونه در دل شن رو نگاه کنه، موج رو تبدیل به تصویر میکنه. نورون هایی داره، سلول هایی داره که بسیار از ما پیشرفته تر هستن. یا خفاش که در سکوت مطلق برای شما، که در تاریکی مطلق برای شما، گوش شما نمیشنوه، چشم شما نمیبینه، خفاش در سکوت مطلق برای شما زیباترین ترانه های خودش رو میخونه. و ما امروز میدونیم، در آینده بیشتر توضیح میدم، که هر خفاشی ترانه های شخصی خودش رو داره، که ترانه هم هنر هم حضوری بسیار دیرینه روی کره زمین داره، هیچ ارتباطی به انسان نداره. اما این واژه تکامل اینگونه کار دست ما داده که من برترینم، من بهترینم. یا شما نگاه کنید هموگلوبین خون ما و هموگلوبین خون یک شیر دریایی، چقدر که هموگلوبین خون ما حقیر هست در مقابل اون، چقدر که جای پیشرفت داره. بنابراین اون چی که ما رو به راستی مشخص میکنه تا حدودی این مغز ماست، این مغز ماست، اما نه در همه بخش هاش. شنوایی یعنی مغز شما، بینایی یعنی مغز شما، بویایی یعنی مغز شما. ما در این زمین ها پسرفت کردیم. برای نمونه حیواناتی هستند که غم و غصه رو در شما بو می کنند. با بویایی است که با شما ایجاد ارتباط می کنند. حیواناتی هستند که درون شما رو می بینند. درون شما رو می بینند. نانو ولتاژ شما رو تبدیل به تصویر می کنند. نانو ولتاژ شما رو تبدیل به تصویر می کنند. نه میکرو ولتاژ. بنابراین این هم برای نوجوانان ایران، بینندگان شما، بسیار مهم است که بدونن که وقت اون رسیده که ما از خودمحوری دوری کنیم. من مرکز یونیورس نیستم. میان جانداران، میان موجودات پیوستگی هست و حیات روی یک چرخ، مانند یک چرخ عمل میکنه. سنگی هست که اون رو روی موج پرتاب کردیم. اینجاست که این واژه random uncertainty اینقدر زیباست، اینقدر به دل ما مینشینه. در مقابل برگردان بد الا وقتکی، کشکیست. اینها میگن که بی خودی هست، اینها میگن که بی خودی هست. بنابراین بار دیگه تکرار کنم که ما هیچگاه آلترناتیوی پیشنهاد ندادیم در مقابل خرافات، نه امروز، نه دیروز، نه 50 سال پیش، نه 100 سال پیش، نه 1000 سال پیش. ما صده ها هست که با زکریای رازی خداحافظی کردیم، برجسته ترین دانشمند ما، یکی از پایه‌گذاران رنسانس، گرچه صده ها پیش از رنسانس زندگی میکرد، اما بدون تردید یکی از پایه‌گذاران رنسانس است. چرا که رنسانس ریشه های بود، در جرقه هایی بود که در صده های میانه زده میشد، و یکی از این فروزه ها رو، این جرقه ها رو، این آتش ها رو زکریای رازی زد. زکریای رازی زد که اگر از خود باوری دوری کنید، خود باوری که من هم کسی هستم، اندیشه سنجشگر، سرزمین شما در دام خرافات به باد خواهد رفت. زکریای رازی. و زکریای رازی ما فردی هست متنفس، دوستش دارم، شیمیدان هست، اندیشه ساز هست، پادشاهان زمان عاشق اون هستند و بنابراین اون رو از خطر دور میکنه، کسی جرأت نمیکنه اون رو از بین ببره. در مورد خرافات هیچ رو در بایستی نداره و از ما میخواد، از فرزندان خودش، از هممیهنان خودش، که از رو در بایستی های مذهبی، از رو در بایستی های تاریخی دوری کنید. و ما صده ها هست که در دام رو در بایستی هستیم.
ما صده ها هست که در دام رو در بایستی های مذهبی هست و گذشتگان ما و بلند پایگان ما در هر رژیمی، بلند پایگان ما در بیابان های اینجا و اونجا به دنبال باران رحمت بودند. بلند پایگان ما با یاوه سرایی های مذهبی کودکان ما رو گمراه کردند و کودکان ما بزرگ شدند و کودکان خودشون رو گمراه کردند. بنابراین ما با حافظ یکی از برجسته ترین اندیشه سازان دنیا بدون تردید که او هم بیرو در بایستی ایجاد ارتباط میکنه، فال گرفته، فال. و دوست دارم که ممنون هستم به من این اجازه رو بدید که یواش یواش وارد روح خواهم شد، اما لازم هست این مقدمه. با اون فال گرفتیم، با یکی از اندیشه سازان خودمون، یا با عمر خیام. عمر خیام هم یکی از پدران رنسانس است بدون تردید. کافی است که مراجعه کنید به هر دانشگاهی در ایتالیا، هر دانشگاهی در فرانسه. عمر خیام یکی از پدران رنسانس است، گرچه او هم صدها پیش از رنسانس زندگی میکرد، چرا که یکی از زیباترین واژه ها رو جناب عالی پیام وارد دنیای علم کرد. probability I don't know، نمیدانم. و چون نمیدانم باعثی که تولید هیپوتز کرد، پنداره، و پنداره رو به آزمون کشید. اصلا فوق‌العاده است. یعنی نخستین گام، نخستین گام برای هر اندیشه سازی، هر اندیشه ورزی، ایمجیناسیون هست. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال. اما پس از پرواز در این دنیای خیال باعث که دیر یا زود تولید هیپوتز کنید، انگاره، و اون رو به آزمون که بکشید. اما پیش از اون پاسخ به اون ایمجیناسیون شما، پرواز در دنیای خیال شما، نمیدانم هست. و این یکی از قوی ترین واژه ها رو وارد دنیای علم کرد که در علم تقدسی نیست، اما زیباترین دستاورد ماست برای پی بردن به شگفتی های جهان. در علم هم تقدسی نیست. Uncertainty principle. حالا میبینید که چقدر این واژه زیباست. Uncertainty principle. اما به خاطر برگردان و خرافات، دوستداران خرافات گفتند اگر ما رو نمیخواید، اینو میخواید. اینی که شما میخواید داره میگه که نمیدونم، گیج هست. یعنی یکی از زیباترین واژه های علمی. و باز تکرار کنم جناب عالی پیام، این مهم هست که این uncertainty principle به قدری قوی هست، به قدری زیباست، به قدری محکم و توانمند و نیرومند هست، پهلوان هست، پهلوان هست به راستی، که امروز من و شما در همین لحظه در خانه هزاران نفر هستیم و در فاصله کوتاهی در خانه میلیون ها نفر خواهیم بود. و اینجاست که من میخوام بگم که چه مسئولیتی روی دوش ماست، چه مسئولیتی روی دوش ماست که مغز انسان به آموزش پاسخ میده، مغز انسان به فرهنگ پاسخ میده، اما مغز انسان توانمند به دنیا نمیاد. مغز ما بسیار ناتوان به دنیا میاد. ما به خاطر خودمحوری هست که همیشه فکر کردیم که ما بهترین مغزها رو داریم. نه، مغز ما بسیار ناتوان هست. همیهنانه، مغز ما بسیار ناتوان هست، اما میتونه توانمند بشه. اگر مغز شما توانمند نشه، امکان نداره جناب عالی پیام، امکان نداره بینندگان شما قبول کنند که در همین لحظاتی که من در خدمت شما هستم، شما و من میلیون ها میلیون ها میلیون ها کیلومتر جای دیگری در یونیورس هستیم. در همین فاصله که ما با هم صحبت میکنیم، ما ها میلیون ها کیلومتر با سرعتی حیرت آور در حال حرکت هستیم. امکان نداره باور کنیم. تا اینکه علم وارد میدان شد، علم که زیباترین دستاورد ماست، اما خودش اعلام میکنه که در من تقدسی نیست. probability between 0 and 1، شما یا به 0 خیلی نزدیک میشید یا به 1 خیلی نزدیک میشید. این واقعا فوق‌العاده است. بنابراین این رو هم میخوام جوانان ایران بهش توجه کنن. این علم هست، چون ما نمیتونیم این حرکت ها رو پیش بینی کنیم، حرکتی که 14 میلیارد سال پیش آغاز شد. و پیش بینی نکردن این حرکات هیچ ارتباطی به نالج ما، به دانش ما نداره، هیچ ارتباطی به اون نداره.
و به همین دلیل قابل پیش بینی نیست. به همین دلیل قابل پیش بینی نیست این حرکت، این حرکت های آغاز شده. برگردم به اون مثالی که در کمی پیش زدم، گل زیبا در مقابل علف هرز. ما ژن‌های زیبایی رو پیدا کردیم، ما ژن‌های هرزگی رو پیدا کردیم. علم نشون داده ژن‌های خداپرستی رو، علم نشون داده ژن‌های کفر و ایمان رو. ما صده ها هست که درگیر خرافات هستیم به شیوه های متفاوت. بنابراین باورهای ما توضیح علمی دارن، اما باورهای ما علم نیستن. باورهای ما توضیح علمی دارن، اما باورهای ما علم نیستن. و ما صده ها هست که خرافات رو تغییر شکل دادیم. برای نمونه در گذشته از جن صحبت میکردیم، جن رفته در بدن ما. اما امروز ما از کوانتوم، فیزیک کوانتوم، یک آقای عارفی صوفی پیدا شده و بر اساس فیزیک کوانتوم داره به شما خرافات رو میفروشه. آخه چه ارتباطی میان ماکس پلانک، آلبرت اینشتین، ژورژ لومتر، هابل وجود داره و این افکار، این انرژی فرازمینی آمد، یا این آقا در خواب من آمد، یا این رو دیدم اون رو دیدم؟ بنابراین بسیار مهم است که در طول امروز و هفته های آینده یواش 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 زبان مشترکی رو هم داشته باشیم، واژه ها رو به درستی تعریف کنیم و بعد اجازه بدیم که علم دست ما رو بگیره، که علم زیباترین دستاورد ما هست برای توانمند کردن مغز خودمون. اگر شما مغز انسان رو از آموزش محروم کنید، آقای عالی پیام به راحتی به حالتهای ابتدایی خودش برمیگرده و در به در به دنبال خرافات میگرده، از جمله روح. اگر انسان رو از آموزش محروم کنید و فرهنگ، در به در به دنبال خرافات میگرده. شما امکان نداره امروز آدمی رو پیدا بکنید در لوکزامبورگ، در هلسینکی، در اسلو، بگید که من به شما 1 میلیارد دلار پول میدم برید سر کسی رو ببرید. اگه پیدا کردید، همین حالا بگید 1 میلیارد دلار میدم سر آدم ها رو ببرید. حالا شما تشریف ببرید پاکستان، بگید من به شما 2 تا کوکاکولا میدم سر آدم ها رو ببرید، 100 تا داوطلب پیدا میشه. شما به آدم ها وعده و وعید بدید، 100 تا پیدا میشه. چرا؟ که شما در مقابل این راز بزرگ، راز زندگی، یا شور شوق به زندگی رو پیدا میکنید یا ترس از مرگ رو، یا شور و شوق زندگی رو پیدا میکنید یا ترس از مرگ رو. سری بزنید به جاندارانی که به ما نزدیک هستن، مانند دلفین. دلفین شوق به زندگی رو انتخاب کرده. شما اگر تشریف ببرید کنار دریای اقیانوس آرام یا اقیانوس اطلس، شما میبینید که به خصوص صبح زود چطور این دلفین ها میان و در گروه های بزرگ شوق به زندگی رو آغاز میکنن. در این لحظه هایی که من با شما صحبت میکنم، در این روزها، من همکلاسی هایی دارم و داشتم، دوستانی که تلاش میکنن تا با دلفین، با زبان خود دلفین ارتباط برقرار کنن، نه با زبان خودمون. ما به خاطر این خودمحوری، به خاطر این واژه تکامل، همیشه همه چیز رو بر اساس خودمون ارزیابی کردیم. هیچ وقت از یک شیر دریایی نپرسیدیم که هدف تو برای زندگی چی هست. اما برای اون کار نیازمند ارتباط با اون موجود هستیم، با زبان خودشون، که این زبان ما حضوری متأخر داره. حضور این زبان بسیار تازه است، اما حضور رقص، حضور شوق، حضور موزیک بسیار بسیار قدیمی هست. برای نمونه رقص، رقص برمیگرده به 500 میلیون سال پیش. من یک مقاله رو، یک پژوهشنامه رو منتشر کردم همین چند ماه پیش، خدمت شما میفرستم و برگردان اون رو هم یکی از دوستان کم و بیش تمام کردن، خدمت شما میفرستم که توضیح میدم قصه به دنیا آمدن بیان رو و لبخند رو از 500 میلیون سال پیش بیان به جلو. امیدوارم نوجوانان ایران اون رو بخونن، همینطور جلو میان. اما میخوام به شما بگم که
هیچ چیزی هم میهنانم با ما وارد کره زمین نشده، حتی عشق. عشق حضوری بسیار دیرینه روی کره زمین داره. مادری، محبت، فداکاری، اندیشیدن از یک سو و از اون سو هیلگری. هیلگری هم هیچ ارتباطی به انسان نداره. فریبکاری، هیلگری، فریبکاری، خشونت، خشونت، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما داره. بنابراین مهم هست که برای درک فرهنگ و برای درک حضور ضد فرهنگ، پاد فرهنگ، ما مرتب سفر کنیم در این عالم خود ما که 14 میلیارد سال از عمرمون میگذره. و یادمون باشه که ما نه 14 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 10 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه حتی 1 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم. حضور ما برمیگرده هم میهنانم به هوموساپینس آرکایی 315 هزار سال پیش، و ما این رو به لطف ایزوتوپ میدونیم که در آینده در برنامه شما دقیق توضیح خواهم داد که چگونه میشه به لطف ایزوتوپ، به لطف ژنها تاریخ رو نگارش کرد، شناسنامه رو یک تقویم، یک مهر روی اون زد. و این رو هم یادمون باشه که در درون هر جانداری، نه تنها شما، که یک پرستو، که یک خرگوش، که یک لاک‌پشت، در درون هر جانداری مهری هست از گذشته های دور و مهری هست از گذشته های نزدیک. و اشاره من به گذشته های دور 1 میلیون سال و 10 میلیون سال پیش نیست، برمیگرده به 4 میلیارد سال پیش. 4 میلیارد سال پیش ما برای نخستین بار حیات رو روی کره زمین خودمون سرانجام میبینیم. 14 میلیارد سال پیش حرکتی آغاز میشه، میلیاردها سال بایستی که بگذره تا اینکه حدود 4 میلیارد سال پیش ما شاهد حضور حیات هستیم. و اونچه که رفت که به شما حیات بده جناب عالی پیام، هنوز هم در درون شماست، هنوز هم در درون شماست. و چه زیباست که به لطف شما و در طول هفته های آینده ما بتونیم به سراغ اون بریم، ببینیم آیا حرفی برای گفتن داره یا نه. پس یادمون باشه در درون همه ما مهری هست از گذشته های دور و مهری هست از گذشته های نزدیک، و حتی از 1 دقیقه پیش و حتی از 1 سال پیش و 100 سال پیش. این هم بسیار مهم هست. زمانی که این جنبش، این حرکت آغاز میشه، انرژی کل عالم ما ثابت باقی میمونه، صفر. انرژی تمام یونیورس ما ثابت باقی میمونه، جمع اون صفر هست و هیچ تغییری هم نخواهد کرد. اما در درون این یونیورس ما این حرکت ها آغاز شده و این انرژی به فرم های متفاوت ماده حیات میده. بنابراین این هم مهم هست، درک اون در بیوفیزیک هم میهنان بسیار مهم هست، چون خرافات مدرن از اون بهره برداری کرده. خرافات مدرن، گفتم که خرافات کماکان ادامه داره، شکلش در دوره های متفاوت تغییر کرده، شکلمون تغییر کرده، که انرژی همون ماده است. بنابراین نگید که یک انرژی در درون من هست، حالا بگید اون روح من هست یا هر چی که دوست داری. انرژی همون ماده است. هم میهنانم E is equal MC2 سرشناسترین فرمول ماست. حالا اگر شما تردیدی در این فرمول دارید، این به این معناست که شما هیچ اعتباری برای ساتلایت ها، ماهواره ها قائل نیستید. اگر ماهواره ها دارن پرواز میکنن و درست و حسابی کار خودشون رو انجام میدن، به خاطر این فرمول سرشناس هست. E is equal MC2 انرژی همون ماده است. هم میهنانم بنابراین مرتب نگید که یک انرژی وجود داره. انرژی همون ماده است، اما به ما یاد دادن که مرتب بزنیم بر سر ماده، مرتب بزنیم بر سر ماده. اما جناب عالی پیام، هنوز که هنوز هست، ما درک درستی از ماده نداریم. به این اندازه ماده پرشکوه هست، به این اندازه این ماده پر عظمت هست. یعنی اگر من به شما بگم در شکوه و عظمت این ماده، حالا شما فوتون رو دارید که از خورشید خود ما، که یکی از 200 میلیارد خورشید کهکشان ماست، کهکشان راشی،
سفر رو آغاز میکنه این فوتون ما، سفر رو آغاز میکنه. 8 دقیقه دراست، اما هم ذره است و هم موج، که درک اون برای ما امکان پذیر نیست. هم ذره است و هم موج، و در دل یک برگ فرو میره، و در زمانی که از تصور ما خارج هست، اکسید کربن رو تبدیل به قند میکنه و اون قند رو به شما هدیه میده. یک انجیر، یک خرما، یک سیب. نتیجه این سفر هست، سفری که موجی اون رو آغاز میکنه که ذره است. حالا شما برید به درون اتم ها، برید به سراغ پروتون ها، برید به سراغ الکترون ها. هر روز هر بار که ما پرسشی رو پاسخ دادیم، هزاران پرسش تازه رو ایجاد کرد. هر پرسشی رو که پاسخ دادیم، هزاران پرسش تازه رو ایجاد کرد. ما فکر کردیم که فیزیک نیوتن پایان کار است و امتحان خودش رو پس داد، که به ناگاه ژرژ لومتری وارد میدان شد، هابلی وارد میدان شد، با این تلسکوپ خودش به کهکشان ها نگاه کرد و اعلام کرد که دوستان، ما یک کهکشان نداریم، ما 1 میلیون کهکشان هم نداریم، ما میلیاردها کهکشان داریم. و بعد به همراه ژرژ لومتر اعلام کردند که این کهکشان های ما در حال دور شدن هستند، این یونیورس ما در حال انبساط هست و این انبساط شتاب گرفته، و اینکه در درون کهکشان ما 200 میلیارد خورشید هست. من کهکشان هایی رو پیدا کردم که 1 تریلیون خورشید دارن. حالا برای که بینندگان شما به عظمت این یونیورس ما پی ببرند، تنها عالم خود ما، من با شما دارم صحبت میکنم، تنها این عالم خود ما، اگر شما بخواید از ستاره شماره 1 برید به ستاره شماره 2، یعنی از این خورشید خانم ما برید به سراغ خورشید خانم دومی، نه خورشید خانم شماره 100، نه خورشید خانم شماره 1 میلیارد، نه خورشید خانم شماره 2 تریلیون یا 10 تریلیون، شماره 2. اگر من بخوام از غرب امریکا به شرق امریکا برم، 10 میلیارد بار رفت و برگشت بایستی برم تا برسم به خورشید شماره 2، یعنی میشه 25 تریلیون مایل، حدود 40,000 کیلومتر، 40 تریلیون کیلومتر بایستی برم. میخوام به شما بگم مسافت ها رو. بنابراین فیزیکی به دنیا آمد، فیزیکی به دنیا آمد، اما این همه نتیجه پیوستگی بود. این علم هست که زیباترین دستاورد ماست، و این علم هست که خودش رو مرتب به چالش میکشه. I don't know، نمیدانم. Probability بین 0 و 1. بنابراین خرافات وارد میدان شد. خرافات گفت ببینید 1 نیست، خودش میگه 1 نیست، پس به من ایمان بیارید. خودش میگه 0 نیست، پس به من ایمان بیارید. بنابراین ما مرتب شاهد حضور آدم هایی هستیم که از علم بهره برداری کردن. در گذشته شما جادوگران رو داشتید، یا بریم به سراغ زکریای رازی. زکریای رازی بدون رو دربایسی اعلام میکنه که اونها یا شیاد هستن یا بیمار روانی. زکریای رازی، شما مراجعه کنید به ابو ریحان بیرونی. خوشبختانه دشمنان رازی سخنان رازی رو برای ما زنده نگاه داشتن. برید به سراغ ابو حاتم که او هم زاده شهر ری هست. اصلا به خاطر همین به رازی میگیم رازی، اهل شهر ری هست، اما مدیر برجسته ترین بزرگترین بیمارستان جهان هست در بغداد. آدمی هست که بخش کودکان رو ایجاد میکنه، بخش بیماران روانی رو ایجاد میکنه، بخش کهنسالان رو ایجاد میکنه، اسید کلوریدریک، اسید سولفوریک، الکل، همه از رازیست. دیستیلاسیون، برید به هر دانشگاه اروپا، برید در هر دانشگاه اروپا بخش شیمی، دیستیلاسیون، زکریای رازی. اما زکریای رازی اندیشه ساز هست، تنها یک شیمیدان نیست، اندیشه ساز هست. اعلام میکنه که یا بیمار روانی هستن یا فریبکار، و هم میهنان خودش رو دعوت میکنه به اندیشه سنجشگر. و اندیشه سنجشگر یعنی چی؟ یعنی نخست خود را سنجیدن. تفکر نقادانه یعنی چی جناب عالی پیام؟ یعنی نخست خود را
نقد کردم، به خودمون یک نگاهی کنیم و اگر ما دست علم رو بگیریم به خود باوری میرسیم. ما صده ها هست که با خود باوری خداحافظی کردیم، چون خود باور نیستیم، چون فکر نمی کنیم که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم، که من هم پاره تن این سرزمینم. خود باوری، چون خود باوری در ما ایجاد نشد، همیشه منتظر یک عالم بودیم از جنس امام محمد غزالی، یک هیلگر، یک فریبکار که سر سوزن شعور در مغز این آدم نیست. همیشه منتظر یک نجات دهنده بودیم، همیشه منتظر یک سلطان بودیم بیاد و ما رو نجات بده. بنابراین خودباوری هم مهم هست و اینجا نشون میده نقش اندیشه سنجشگر. بنابراین اگر ما واژه های غلط رو استفاده کنیم، اگر ما تفسیر های غلط رو استفاده کنیم، اگر ما دست به سوء استفاده بزنیم از واژه های علمی، جا باز میشه برای خرافات، برای متافیزیک، برای ماوراءطبیعه، برای روح. نوجوانان ایران باستی بدونن که ماوراءطبیعه سر تا پا خرافات است، سر تا پا خرافات است. اصلا هیچ جایی واقعا در دنیای زیبایی ما نداره. دنیای زیبایی ما رو آلوده میکنه، یا متافیزیک دنیای زیبایی ما رو آلوده میکنه. اما این رو یادتون باشه که ما هنوز در مورد این عالم خودمون با این همه دانش چیزی نمیتونیم. هر بار که پرسشی رو پاسخ دادیم، پرسش های تازهی رو ایجاد کردیم که این زیبایی علم هست. بنابراین در طول فراگشت و فروگشت حیات، سرانجام 520 میلیون سال پیش مغز روی کره زمین ما پدیدار میشه. این نخستین بار هست که جناب عالی پیام ما مغز روی کره زمین میبینیم. هنوز ماها نیستیم، هنوز ماها روی کره زمین نیستیم، بسیار باستی صبر کنیم. اما مغز حضور پیدا کرده. و مغز یعنی چی؟ یعنی نورون، سلولهای عصبی که از دو راه با هم ایجاد سیناپس میکنن، ایجاد ارتباط میکنن، یا از طریق جریان الکتریسیته، جریان برق، یا از طریق نوروترانسمیتور، مادای شیمیایی. از این دو راه با هم ایجاد ارتباط میکنن، یا از طریق نوروترانسمیتور که در حال حاضر بالای 100 تای اونها رو ما شناسایی کردیم، یا از طریق جریان برق. و کار این مغز در درجه نخست تنظیم حرکت های پیچیده بوده، یعنی این مغز هیچ نقشی بازی نمی کرده در اندیشیدن، در خلاقیت. کار اون تنظیم حرکت های پیچیده است، هنوز هم هست، هنوز هم دست من نیازمند به تنظیم هست، هماهنگی هست. هنوز این زبان من برای تولید حرف و واژه و جملات نیازمند به تنظیم هست. در هر لحظه که من با شما صحبت می کنم جناب عالی پیام، در هر لحظه 1000 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن من صورت می گیره. 1000 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن من صورت می گیره. و این نیازمند به تنظیم هست، نیازمند به هماهنگی هست. و کار مغز همین بوده، تنظیم حرکت های پیچیده. همینطور که ما جلو میام به مغزهای متفاوتی حیات میده، ما بایستی یک بار برای همیشه از مقایسه کردن جاندارها دست برداریم. ما هم میهنانم اشرف مخلوقات نیستیم، هیچ موجودی در یک روز خلق نشده، همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. و اشاره من به فرایند طولانی مدت 1-2 میلیون سال نیست. هیچ موجودی هم در یک روز خلق نشده، همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. و بازی دست برداریم از این ترازو که خودمون این طرف ترازو هستیم، بقیه اون طرف همیشه به نفع ماست، همیشه به نفع ماست. یک نگاهی کنید به قلب خودتون. چند سالی کار میکنم از کار میفته. نگاهی کنید به ریه‌های خودمون، نگاهی کنید به ریه دلفین، نگاه کنید به ریه شیر دریایی. ما موجوداتی داریم که هزاران سال زندگی میکنند. ما یک دوران کوتاهی روی کره زمین هستیم. حیف هست که این دوران کوتاه رو با ذکر مصیبت بگذرونیم، با خرافات بگذرونیم، با متافیزیک و با ماوراءطبیعه بگذرونیم. اما اجازه بدید که علم هم به اون گونه‌ای که هست خودش رو به شما عرضه کنه.
به اون گونه ای که خودش هست خودش رو به شما عرضه کنه. بنابراین این مغز در طول 500 میلیون سال در جهات گوناگونی حرکت میکنه، ایوالو. حالا شاید بینندگان شما متوجه بشن چرا واژه ایوالو پیشنهاد شد. ایوالو، چرخش، چرخش، فراگشت و فروگشت، بالا پایین، پیشرفت و پسرفت، الزاماً رو به جلو نداره، در سویه های متفاوتی حرکت میکنه و در طول این حرکت خودش به مغزهای حیات داد که در بخشهای از ما توانمندتر هستن، نیازمند به خرافات نیستن. برای نمونه این رو به شما بگم، جالب هست. دلفین زمانی که به خواب میره در اقیانوس، دلفین یک پستاندار هست مانند انسان، بچهش رو به دنیا میاره و به اون شیر میده، ماهی نیست. دلفین یک پستاندار هست. اگر شما دلفین رو تشریح کنید، این بالهاش رو باز کنید، 5 انگشت. به خاطر همین ما دارای ژن‌های مشترک هستیم. اگر شما دلفین رو باز کنید، این دنده های دلفین، ستون فقرات دلفین و در پاهای اون 5 انگشت میبینید، خودتون رو میبینید. 700 میلیون سال هست جناب عالی پیام که الگوی حیات هیچ تفاوتی نکرده. اون چه که تفاوت کرده ریتم تقسیم سلولیست. اگر شما دفعه دیگه به یک ماهی نگاه کنید، خوب به یک ماهی نگاه کنید، به لبهای اون ماهی نگاه کنید و به اون دوتا چشم، خودتون رو میبینید. 700 میلیون سال هست که الگوی حیاتیش تفاوتی نکرده. اون چه که تغییر کرده تناسبات هست، ریتم هست، ریتم تقسیم سلولی هست، به گونه های متفاوتی و در زمان های متفاوتی تقسیم شده. به ناگاه به 5 انگشت در خفاش حیات داده که بسیار بلند هستن، میان اون 5 انگشت پوست هست و پرواز میکنه، که خفاش یک پرنده نیست، خفاش هم پستاندار هست مانند شما و من، و به بچه خود شیر بوده. معمولا یک بچه بیشتر نداره و ترانه سراست، یکی از برجسته ترین ترانه سرایان ماست که در آینده بیشتر در مورد اون توضیح میدم. موجودی که میتونه در یک لحظه ضربان قلب خودش رو در یک دقیقه پایین ببره، موجودی که ضربان قلب خودش رو کنترل میکنه و بعد سر و ته میشه، آویزان میخوابه و قلابی رو که ایجاد میکنه نیازمند به انرژی نیست و به خواب میره و بنابراین در طول خواب خودش انرژی مصرف نمیکنه یا بسیار 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 کم از انرژی که اون استفاده میکنه. اما در هر صورت مغز ما در جهات گوناگونی حرکت میکنه. دلفین زمانی که در اقیانوس به خواب میره، نیمی از مغز خودش رو خاموش میکنه اما نیم دیگر بیدار است که غرق نشه، و بعد اون نیم دیگر بیدار میشه، اون نیم دیگر به خواب میره. و در این فاصله در تاریکی اقیانوس موجی رو از مغز خودش رها میکنه، موجی رو رها میکنه. این موج به اشیای گوناگونی برخورد میکنه، برمیگرده به دندانهای دلفین. دلفین اون موج رو آمپلیفای میکنه و دندانهای دلفین که هیچ نقشی در جویدن نداره، به هیچ عنوان، اون رو به مغز میفرستن و اونجا تبدیل به تصویر میشه. آیا دشمنی در کمین هست؟ آیا در زیر اون شن کسی خفته است؟ چیزی که ما هیچ برداشتی از اون نداریم. یعنی میخوام بگم خودمحوری ما به اندازه‌ای هست که ما ده‌ها و ده‌ها سال هست که همه موجودات رو به خردی نگاه کرد، اما در حیات سلسله مراتب نیست، هم میانانه خردی و بلندی نیست، اما پیوستگی هست که همه موجودات، همه جانداران محترم هستند. و امیدوار هستم زمانی که نوجوانان ایران بیشتر به گفته های من گوش بکنن، سرانجام قانع بشن که چه کار زشتی هست، چه کار بدی هست قربانی کردن حیوانات برای جشن گرفتن سر یک جاندار که او هم عاشق زندگی است، به این ترتیب بریدن. امیدوار هستم در ایران فردا هنگام یک خبر خوش، هنگام یک جشن، هنگام یک تولد، گل بکاریم، درخت بکاریم و ایران رو آباد کنیم، در مقابل کردن قربانی حیواناتی که به خاطر غافل شدن از اونها ما به بیراه رفتیم. حالا به شما گفتم که ما موجوداتی داریم که نانوولتاژ رو تبدیل به تصویر میکنن،
بدون دیدن شما. ما موجوداتی داریم که مغز اونها در جاهای گوناگون بدن اونهاست. یعنی یک تکه از مغز اونها اینجاست، یک تکه از مغز اونها جای دیگری است، یک تکه از مغز اونها جای دیگری است. و ما فکر کردیم که چقدر اینها مغز خردی دارن و هیچی نمیفهمن، احساسی ندارن، بخورینشون. غافل از این که اگر این سه مغز رو کنار هم بگذارید، به عظمت و به شکوه این جاندار و به زیبایی این پراگشت و فروگشت حیات پی میبره که به راستی حیرت انگیز است. اما اجازه بدید که علم این رازها رو بشکافه برای شما. و یادتون باشه این بسیار مهم است، علم امتحان خودش رو پس داده. جی پی اس علم، قطار علم، هواپیما علم، عمل قلب، عمل قلب علم، ایزوتوپ ها علم، شیمی فیزیک علم. و ما نمیتونیم یک جای باستی متوقف بشیم که اینها رو یک بندازیم در زباله دان و بریم به سراغ آدم هایی که جمله های اونها، گفته های اونها هیچ سر و تهی نداره، نه آغازی داره نه پایان، همه خرافات هست. و ما اسم اونها رو گذاشتیم عالم. صده ها هست که عالمین ما، بلند پایگان ما، زمامداران ما با یاوه سرایی های مذهبی، دینی، هر نوعی خرافی کودکان ما رو گمراه کردن. و واقعا زمان اون فرا رسیده که ما و سری بزنیم دوباره به عمر خیام، که ما این توانایی رو داریم خوشبختانه. جناب عالی پیام، ایران یک کشور ساختگی نیست. ایران رو میشه یک شبه دوباره ساخت. ایران پاکستان نیست، ایران عربستان نیست، ایران کویت نیست. ایران سرزمین فردوسی است که به راستی شاهنامه جان ایران است، بدون تردید. شاهنامه جان من است، بدون تردید. که به راستی شاهنامه شناسنامه ماست. و ما این سعادت رو داریم که با سرزدن به شاهنامه واژه های مناسبی رو انتخاب کنیم. مانند پهلوان سخن، به نام خداوند جان و خرد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. میازار مورکی را که دانه کش است، که او نیز جان دارد و جان خش است. اصلا فوق‌العاده است خردورزی، خردمندی. و بعد چارلز داروین بخت رو در مقابل سرنوشت، در مقابل خرافات، اما بخت رو وارد قلمروی علم میکنه. probability، بخت با الله بختکی بودن دوتاست. خرافات چی گفت؟ گفت ببینید میگن بختیه، بختکیه، الله بختکی هست. اما بخت رو وارد قلمروی علم میکنه. و شما نگاه کنید، ما این توانایی رو داریم که زود با علم آشتی کنیم. جناب عالی پیام، به لطف بزرگان خودمون نگاه کنید از واژه بخت چگونه پهلوان سخن استفاده میکنه. بختیار، فرخنده بخت، فرخ بخت، نگین بخت در مقابل نگون بخت، تیر بخت، تار بخت، تاریک بخت. به قدر این زبان زیباست. من کم و بیش به زبان انگلیسی و فرانسه یه تسلطی دارم و به شما میتونم بگم که زبان ما توانمندترین و نیرومندترین زبانی هست که من حداقل با اون آشنایی دارم، بدون تردید. قدرت این زبان حیرت آور است. توانایی این زبان حیرت آور است. و من فکر میکنم اگر ما کماکان در مورد ماورا و طبیعه صحبت میکنیم، در مورد متافیزیک صحبت میکنیم، در مورد روح و جن صحبت میکنیم، به خاطر این هست که با زبان خودمون هم قهر کردیم، با زبان خودمون هم قهر کردیم. شما نگاه کنید پهلوان در شاهنامه، آیا پهلوان زور بازوست؟ نه. آیا پهلوان یک قلدر هست؟ نه. پهلوان اندیشه ساز هست. پهلوان دلنگران هست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هممیهنان خودش. پهلوان خردمند هست، خردورز هست و بعد قدرتمند هم هست، مانند گردآفرین، زنی که نگاه بان مرزهای ایران. صداتون قطع شد. من اگر اجازه بدید این چارجرم رو بیارم واسه اگر وقت داشته باشیم چارج کنم تلفنم. بله 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 بله، این کار رو بکنیم. بله.
من فکر میکنم که الان حدود 80 دقیقه چیز نه 40 دقیقه رفتیم و هنوز آقای دکتر وارد مبحث اصلی نشدن، به قدر حرف دارن برای زدن و اینقدر دلشون پر آقای حسام نوذری از تعلل‌های فرهنگی که ما داشتیم در طول دهه‌های گذشته و صده‌های گذشته که خیلی سریع میخوام همه رو جبران کنیم. آیدوز یه وارد بحث اصلی نشدیم هنوز نه؟ کم و بیش شدیم، کم و بیش شدیم. میخوام به شما بگم که روح در حیطه خرافات هست، روح در حیطه خرافات هست، در همون کتگوری هست که متافیزیک، در همون کتگوری هست که ماوراء طبیعه. اینها همه در یک جا جای دارن، دستشون در دست هم هست. ببینید سوال خیلی ها این است که چه چیزی باعث حرکت موجود زنده میشه. ببینید میگن یه ماشین وقتی خاموش میکنی خاموش خوابیده 24 ساعت یه ماه دو ماه، شما هر زمان این رو دوباره استارت بزنی به شرطی که بنزین داشته باشه، موتورش سالم باشه، باتریش کار کنه، دوباره روشن میشه و راه میره. ولی یه انسان وقتی مرد با توجه به اینکه قلبش سالمه، ریش سالمه، مغزش سالمه، نخورده زمین، چیزی شد مرد، یه شوکی بهش دست داد مرد، این بعد 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت چرا دوباره نمیتونه حرکت کنه؟ این وقتی خاموش شد چرا دیگه روشن نمیشه؟ پاسخی که متافیزیک میده میگه روح از بدنش خارج شد. این روح باتری اینه، این باتریش رو بردن. خب چه چیزی باعث حرکت یه موجود زنده میشه؟ پاسخ به پرسش بسیار ساده است. حرکت، حرکت ماده، ماده و انرژی یکی است. ای از ایکوال ام سی تو، هیچ تفاوتی بین اون دوتا نیست. همین الان هم ماده و انرژی یکی است. اما ماده به فرم های گوناگونی تغییر پیدا میکنه. شکل های متفاوتی داره. ماده و انرژی یکی است. اونها رو در مقابل هم قرار ندید. زمانی که ماده ایجاد میشه، پیوندهای شیمیایی میتونن تولید انرژی کنن با شکستن خودشون، مانند پیوندهای هیدروژنیک، مانند پیوندهای گوگر، سولفور، ایجاد انرژی میتونن بکنن. ATP، آدنوسین تریفوسفات، در مورد انسان به خصوص. میان نورونهای ما، میان عصبهای ما ایجاد ارتباط میشه و این عصبهای ما ارتباط دارن با بافتهای گوناگون بدن ما. بنابراین بافتهای گوناگون بدن ما به لطف متابولیسم، به لطف سوخت و ساز، مرتب کارهای متفاوتی رو انجام میده. اما هر چیزی اصطکاک داره، فریکشن داره. روزی دورانون به پایان میرسه و اگر شما سر بزنید به فراگشت و فروگشت حیات، در مورد ما اینطور به نظر میرسه که تلومرها، تلومرها که بخشی از کروموزوم ما هستن، در طول زمان به دنبال تقسیم سلولی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشن. این سلول‌های بدن ما یک تعداد مشخصی خودشون رو تقسیم میکنن، به پایان اون عدد که رسیدن از تقسیم متوقف میشه. و بعد یادتون باشه تمام واکنش‌های شیمیایی ما دارای سایت پرادکت هست، دارای مواد آرز هست، یعنی دیر یا زود به پایان خودش خواهد رسید. نظمی رو که شما شاهدش هستید مثل بدن خودتون، نظمی رو که شما شاهدش هستید مثل دنیا، یک نظم ناپایدار هست. انتروپی درش تردیدی نیست. نظمی رو که ما شاهدش هستیم یک نظم ناپایدار هست. اما این نظم ایجاد شده چون دارای انرژی هست، داره انرژی میگیره. زمانی که این انرژی پایان بگیره، انرژی به این نظم رسه، این نظم هم از بین خواهد رفت. و این سرنوشت خود ما هم هست، سرنوشت کره زمین ما هم هست و سرنوشت خورشید ما هم هست و سرنوشت یونیورس خود ما هم هست. برای نمونه کره زمین ما و خورشید ما میان سال هستند. حدود 4-5 میلیارد سال دیگه عمر خودشون رو از دست خواهند داد. اما خورشید ما چون یک خورشید کوچک هست منفجر نخواهد شد، به دنبال مرگ خودش بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد تا اینکه به زمین ما میرسه و زمین ما رو هم در خودش میگیره.
در مورد موجودات، ما موجوداتی داریم که هزاران سال عمر میکنن، ما موجوداتی داریم که چند دقیقه عمر میکنن. عمر انسان این وسط هاست، اما هیچ ارتباطی به روح نداره، کاملا یک پدیده فیزیک هست، کاملا. یعنی سلول های شما به دنبال سوخت و ساز، به دنبال متابولیسم شما کارهای متفاوت رو انجام میدن، و یکی از کارهایی رو که میتونن انجام بدن این نورون ها اندیشیدن است. اما اگر شما اندیشیدن رو تمرین نکنید، اگر فکر کردن رو تمرین نکنید، در ما نهادینه نشده، هم میهنان ما در ژن های ما نیست، اون وقت در مقابل رازهای جهان، در مقابل پرسش های جهان به ساده ترین پاسخ ها روی میبرید که خود شما هم نمیتونید اون رو ثابت کنید. یعنی به قدری ضعیف هست، به قدری ضعیف هست که خود شما هم نمیتونید جز توجیه های صداتون قطع شد. دارم بله شما اومد. بله الان اومد. الان صدا اومد. بله بله بله. بفرمایید، ببخشید. ببینید آقای دکتر، بحث استهلاک نیست. هر چیزی استهلاکی داره، ماشین هم استهلاک داره، دنیا هم استهلاک داره، کرات هم استهلاک داره. یه روز عمرشون تموم میشه. بحث یه موجود زنده است قبل از اینکه به استهلاک برسه. یه جوان ورزشکار 30 ساله، یعنی پیر نشده. اولا انرژی که دارید میگید میگیره از کجا میگیره؟ چه انرژی از کجا و از کی میگیره؟ و باز من به این جواب نرسیدم که چه چیزی موجبه. ببینید یه سنگ اینجا داریم، یه تیکه قارچ هم اینجا داریم. این قارچه هی رشد میکنه، این سنگ همینقدر میمونه. خب این قارچه چرا رشد میکنه؟ چون زنده است. این زنگه چرا همینقدر میمونه؟ تا 100 سال دیگه هم همینقدر میمونه، چون زنده نیست. خب همین قارچه شما از خاک دراری یا اون شرایطش رو بگیری روش چیزی بندازی تاریک باشه، اونم دیگه رشد نمیکنه. خب حالا میام سر انسان، حالا به حیوانات هم کار نداریم. کسانی که به روح معتقدن، معتقدن که این که ما حرکت میکنیم، این دست من میره بالا میاد پایین، این به خاطر روحه. یعنی یک انرژی، یک چیزی این توه که موتور محرکه. اینه من همین الان اگه سکته کنم بمیرم و این روح بدن من بره بیرون، دیگه هیچ چیزی نیست که این رو بلند کنه، در صورتی که خون توش هست، مغز منم سر جاشه، قلب منم مشکلی نداره، رگام هنوز هست، خونم لخته نشده هنوز، ولی نفسم ایستاد. چه چیزی باعث این ایستایی میشه و چیزی باعث میشه دوباره نتونه حرکت کنه؟ ببینید تمام چیزهایی که شما فرمودید به خاطر مغز شماست. مغز شما هست که دست شما رو بالا پایین میبره، مغز شما هست که زبان شما رو حرکت میده، همه در مغز شماست. زمانی که شما از عشق صحبت میکنید، از ارتباط صحبت میکنید، از فکر کردن، همه و همه در مغز شماست. همه نه در قلب شماست، نه در کلیه شماست، همه در مغز شماست. و فرمودید انرژی از کجا میاد؟ در سامانه خود ما، به خصوص از خورشید میاد. یادتون باشه انرژی کل عالم ما صفر هست و هیچ تغییری نمیکنه. و اون سیمتری که من از اون صحبت میکردم بهش میگن نبود کوانتوم هست، نه نبود فیزیک کلاسیک. تقارنی که وجود داره که ما پیش از اون رو نمیدونیم و نمیدونیم به چه دلایلی شکسته میشه، اما انرژی که در یونیورس ما هست که به شما هم میرسه از همون انرژی هست که در یونیورس ما هست. حالا نزدیکتر که بشیم در مورد کره زمین خود ما، به خصوص از خورشید ماست. و این انرژی که به ما میرسه، به گیاهان میرسه و شما اونها رو مصرف میکنید، یک چرخه داره. برای نمونه هیدروژنی که در بدن شما، جناب عالی پیام، همون هیدروژنی هست که حدود 13 میلیارد سال پیش ساخته شده. کربنی که در بدن شماست همون کربنی هست که 5 میلیارد سال پیش ساخته شده. عناصر که 94 تا هستن به طور طبیعی و به خصوص پایدار هستن، شناسنامه خودشون رو حفظ میکنن، اما وارد یک ترکیب شیمیایی میشن. زمانی که ما از بین میریم، اون شناسنامه خودشون رو
دوباره پیدا میکنن و به چرخه خودشون برمیگردن. بنابراین یادتون باشه کربنی هم که در بدن شماست کوانسال هست، نیتروژنی که در بدن شماست کوانسال هست. ما امروز میدونیم که اکسیژن برای نمونه 5 میلیارد سال پیش به دنیا میاد به دنبال برخورد دو کهکشان بزرگ، نه تصادف، در هم رفتن اونها. ما امروز میدونیم که کربن هم حدود 5 میلیارد سال پیش به دنیا میاد. بنابراین اینها فرم های گوناگونی پیدا میکنن. حدود 4 میلیارد سال پیش 6 عنصر به خصوص گوگرد و فسفر، کربن و نیتروژن و اکسیژن و هیدروژن به 4 مولکول بزرگ حیات میدن: نوکلیک اسیدها، قندها، چربیها و پروتئینها که شما هستید، که شما هستید و موجودات دیگه. و به خاطر انرژی که میگیرن این تطور، این دگرگونش ادامه پیدا کرده، به فرمهای متفاوت حیات حیات داده و سرانجام به پایانی هم خواهد رسید، هم در درون کره زمین خود ما، هم سامانه ما، هم کهکشان ما و هم یونیورس ما. بله، خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادی حسام عزیز. دوستان عزیز، سوالاتی رو که دارید ما برای اون سلسله مباحث علم زبان ساده یک پیج و یک چیز در تلگرام و اینستاگرام ایجاد کردیم به نام علم به زبان ساده. شما هنوز اونا فعاله. سوالایی رو که در رابطه با این جلسه از آقای دیگه الان میتونم بگم دکتر، چون دارم به مردم میگم از آقای دکتر دارید اونجا مطرح کنید دوستان، یا برای من دایرکت کنید که ما هفته آینده، پنجشنبه آینده قبل از شروع بحث بعدی سوالهای شما رو از آقای دکتر خواهیم پرسید و بعد بحث بعدی رو شروع میکنیم. در رابطه با بحث بعدی جناب آقای نوذری فرمودن مسئله مهم نمیدونم، I don't know. من ازشون خواسته بودم که بحث بعدی ما راجع به خواب باشه، ایشون گفتن من صلاحیت ندارم در این رابطه، اطلاعی ندارم. و بسیار زیبا و دلنشین بود این پاسخ. ایشون راجع به چیزی که نمیدونه خودش میگه من نمیدونم و راجع بهش صحبت نمی کنم. درست آقای دکتر؟ دقیقا. بله، ما برنامه آیندهمون تحت عنوان فطرت خواهد بود. تا 6-7 هفته رو فعلا عنوان گذاری کردیم برای بحثمون و امیدواریم که فرصتی بشه، عمری باشه و این گفتگوها رو ادامه بدیم و حتما برای شما مفید هست و خواهد بود. سپاسگزارم نظری عزیز که وقتت رو با این همه گرفتاری به من دادی و به بینندگان من دادی و افراد این کانال دادی و به مردم ما دادی. دوستان، این برنامه به زودی در یوتیوب پست خواهد شد، میتونید که اونجا استفاده کنید اگر از دست دادید این فرصت رو. اگر مطلب پایانی هست میشنویم. بسیار سپاسگزار شما هستم، بسیار سپاسگزار بینندگان شما هستم که اجازه دادم که من امشب به خصوص به ایران بیام، به شهرهای گوناگون ایران مهمان اونها باشم. زنده باد ایران. درود بر شما، پاینده باد ایران. شب خوش. شبتون بخیر.